برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی گزارش دادند مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز گذشته سه‌شنبه با هجوم به زیارتگاه سخی از معروفترین مکانهای مذهبی شیعیان در کابل پایتخت افغانستان دروازه این زیارتگاه را بستند و زائران را اخراج کردند. یکی از متولیان این زیارتگاه گفته که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان حوالی ساعت 11 قبل از ظهر سه‌شنبه 25 بهمن ماه به این زیارتگاه آمدند و زائران را متهم به انجام اعمال شرک‌آلود کردند. این زیارتگاه در منطقه شیعه نشین کارت سخی در غرب کابل قرار دارد و یکی از مقبره‌های معروف شیعیان نیز به شمار می‌رود. همه روزه مردم برای زیارت و فاتح خوانی به آنجا سفر می‌کنند. مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام ظله در شهر مقدس کربلا در ایام شهادت امام کاظم علیه السلام از زائران شهر مقدس کاظم این پذیرایی می کند. موکبه این مؤسسه با استقرار در شهر مقدس کاظمین در ساعات مختلف از شبان روز به توزیع غذا و انواع خوراکی ها و آشامیدنی ها و همچنین اقامه عزاداری می پردازد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با هشداری نسبت به خطر غرق شدن آینده با افزایش سطح آب دریاها گفت این موضوع نه تنها به خودی خود یک تهدید است بلکه عامل تشدید کننده تهدیدات دیگر هم هست. وی طی اظهاراتی در نشست علنی شورای امنیت افزود این شورا نقش سرنوشت سازی در ایجاد اراده سیاسی لازم برای مواجهه با چالش های امنیتی ویرانگر ناشی از افزایش سطح آب دریاها دارد. مسلمانان شهر استینباخ واقع در ایالت مانیتوبای کانادا اولین نماز جماعت خود را در نمازخانه‌ای که به تازگی برای آنها تأسیس شده اقامه کردند. از آنجایی که نزدیکترین مسجد به استینباخ در 60 کیلومتری این شهر قرار داشت، داشتن مکانی برای یک عبادت دست جمعی یک رؤیای قدیمی برای مسلمانان در استینباخ بود که به لطف تأسیس این نمازخانه برآورده شد. محققان دانشگاه ناگویا در ژاپن دستگاهی ساختند که میتواند از روی نمونه ادرار تشخیص دهد فرد دارای تومور مغزی است یا خیر. کشف این نشانه میتواند از انجام روش‌های تهاجمی برای نمونه برداری از مغز جلوگیری کند و اجازه دهد روند درمان خیلی زود آغاز شود. این شیوه تشخیصی حتی میتواند برای شناسایی سایر انواع سرطان به کمک پزشکان بیاید.